الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. مصلوب شدم ولی زندگی میکنم، لیکن نه من بلکه بعد از این مسیح در من زندگی میکند و زندگی که الحال در این جسم میکنم به کمک سر خدا میکنم. پولس ما را خطاب کرد که ما سفیران مسیح هستیم. ما یکی نیسایی در جامعه مسیحی میگه همشون به مسیح عنوان خداوند اشاره. من تشویقتون میکنم که هم انجیل عصر جدید هم انجیل عصر عتیق مطالعه بکنید، بدونید که برای ورود به آسمان نیز به خون مسیح احتیاج دارید، که مردم عرب زبان بتونن انجیل مسیح رو دریافت بکنن. سلامتی بیاد که بتونم بیام نور خدا تو چشمتون ببینم، بیام پالو تهران. مادر من از تهران اومد، پالو دماوند، پدر من از دماوند اومد. هر روز با این خانه جدید TBN خواهد بود در اورلاندو فلوریدا، پس ما اینجا رو استفاده خواهیم کرد برای کارهای تلویزیونی و فیلم های مختلف. میشه از شکل در اونجا ساخت و همینجا ببینیم که افتخار میکنیم که ما قسمتی و شریکی از این تأسیسات هستیم. شما جوانها هدف یک توطئه بسیار سنگین هستید. هر جایی که اسلام هست، هر جایی که ایمان هست، هر جایی که نسل جوان دل به سوی معنویت و حقیقت دارد، همین خطرها وجود دارد. دهکده جهانی واقعیت پیدا کرده است، چه بخواهیم و چه نخواهیم. ماهواره ها مرزهای جغرافیایی را انکار کردند. روزی از شنیدن این خبر دلها می لرزید، اما امروز دیگر کسی ترسی به دل ندارد. ماهواره یک واقعیت است، اما نه واقعیتی که می بایست از آن ترسید. شیوه های جدید هجوم در ماهواره ها شکل گرفته و غرب این مظهر استعمار استیلای خیش بر جهان را در این مسیر دیده است و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی کند. از سکس، فحشا و شادی های زودگذر برای اغفال جوانان گرفته تا رسوخ در اعتقادات و افکار آنان و تیشه بر ریشه اعتقاداتشان نشاندن. حربه جدید غرب و صهیونیسم بین‌الملل برای به زانو درآوردن انقلاب اسلامی
استفاده از شیوه های دروغین و رنگین شبکه های چون محبت، نجات و سات سون پارس است. این بار نه با عیاشی و فحشا که با تبر مهمات بر درخت اعتقادات جوانان میکوبند. خطرناکتر از همیشه. همونطور که شما میدونید برای وارد شدن به هر کشوری احتیاج به مهر و ویزا دارید. امروز میگن ویزا ولی مهر بود قدیم. و بدونید که برای ورود به آسمان نیز به خون مسیح احتیاج دارید. وقتی به تمام این شواهد نگاه میکنید، قدیمی ترین موعظه مسیحی، قدیمی ترین صحبت شهید مسیحی، قدیمی ترین گزارش یک غیر مسیحی درباره مسیح، یا قدیمی ترین دعای کلیسایی در جامعه مسیحی، میگه همشون به مسیح به عنوان خداوند اشاره میکنن. پولس ما را خطاب کرد که ما سفیران مسیح هستیم. پس ما اینجا نمایندگان ملکوت خدا هستیم. میخوام نگاه بکنیم به یه مسئله ای. میخوام از کتاب این کتاب هورتادو استفاده بکنم. How on earth did Jesus become a God؟ چطوری مسیح خدا شد؟ کتاب مقدس هیچ چیز رو کتمان نمیکنه. این کتاب مقدس نمیاد گناهان انبیا رو قایم کنه. و اصلا کتابش خیلی اینطوری جالب شروع میکنه. میگه که حدود سال 112 بعد از میلاد یک چیز امپریال مثلا ماجستریت، یه قاضی امپراتور روم به نام پلینی در سال 112 بعد از میلاد داره یه نامه می نویسه به یه مسئول حکومت روم. خدا رو شکر که کتاب مقدس خیلی واضح میگه هیچ معصومی وجود نداره. همه گناه و هیچ بله همه گناه کردن، از جلال خدا قاصرن، پیامبران، امامان، هر کسی رو بگید. میگه آره مسیحی های عدهی هستن که روزی رو در هفته جمع میشن و مسیح رو به عنوان یک خدا میپرستن. اینو از دیده یک رومی بت‌پرست میگه که آره اونا دارن مسیح رو میپرستن. این یک نشانه خیلی قدیمی تاریخیه، خیلی مستدل میتونه آره که یکی که خارج کلیسای مسیحیه داره نگاه میکنه که اونا دارن چیکار میکنن تو اون کلیسا، میدونه که اینا دارن یکی رو میپرستن. این مسئله معصوم باید از فکر ما ایرانی ها درست بشه که معصومی وجود نداره. شما فریاد بزنید، در حضور خدا برقصید، در حضور خدا برقصید، ایمان داشته باشید که خدا در 10 ماه آینده اعضای خانواده شما رو نجات میده و اونا به سوی مسیح رهبری میشن. آمین، هللویا. خداوند امروز شما رو شفا خواهد داد. اونجا که مسیح تحمل کرد، اون همه درد و رنج رو به خاطر خودش نبود که تحمل کرد، برای ما کرد. وضع من خیلی بد بود. نمیشه 15 سال آزار جنسی دیده باشید و اوضاعتون اونقدر خراب نباشه. زندگیم یه مهری داشتم که نوشته شده بود که یا از من استفاده کن یا از من سوء استفاده کن. از من سوء استفاده شده بود و استفاده شده بود، سوء استفاده سکسی شده بود از من. که خدا برای تک تک شما نقشه عالی داره. من 6 سالم بود که پدرم خودکشی کرد و مرد. از 6 سالگی تا 13 سالگی من رابطه جنسی برقرار میکردم و به من تجاوز میکردن مردای مختلف. If you want to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, this is what you do. You pray this prayer that I pray right now. Jesus Christ, I believe in you. I believe that you are the Son of God. I believe that you died but rose again. پس صحبتی نیست که آره یه پیغمبری اومده دارن افکارش رو میخونن میگن این حرفای قشنگی زده، با ایمان باشی، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، نه، دارن یکی رو میپرستن، دارن یکی رو میپرستن به مسیح. این منو به یاد این میاره که ما فقط 12 تا کانال بیشتر نداشتیم، ولی الان حدود 500 تا کانال داریم در تمام آمریکا. خداوند یک معجزه ای کرد و آقای پال کراوچ برنامه ما رو دید و خداوند توی قلب آقای پال کراوچ گذاشت که اینو بذاره و نجات بشه یک شبکه 5 تی وی ان. خداوند در این مسیر با قلب من صحبت کرد که باید در قسمت برنامه‌های تلویزیونی سهیم باشم و برای همین بود که مسلماً کشمکش داشتم با خدا و 3 سال کشتی گرفتم، کشتی گرفتم، کشتی گرفتم، کشتی گرفتم. مهمترین
همون شبکه تبلیغ مسیحیت در ماهواره ها شبکه مسیحی TBN است که در طول 24 ساعت به اجرای برنامه می پردازد. این شبکه دارای 50 استودیوی بسیار مجهز می باشد و کشورهای زیادی از جمله روسیه، نروژ، اسپانیا، ایتالیا، کشورهای عربی، ایران، تاجیکستان، افغانستان، آفریقای جنوبی، کنیا و چین را تحت پوشش قرار داده است. اسرائیل دوست داریم، یهودی ها دوست داریم و انجیل به ما دستور میده که اونها رو محبت بکنیم. ما میدونیم که اسرائیل در صلح خواهد بود در زمان آخر و الان که این رئیس جمهور جدید ایران الان اسرائیل رو تهدید میکنه. مجزاد، ما از وسط اورشلیم با شما همراه هستیم. شما عزیزانی که نسبت به یهودیان در قلبتون تنفر بوده بدون هیچ دلیلی، ببخشین، از خدا طلب توبه بکنید و ببخشین و بذارین خدا برکت وارد زندگیتون بکنه. خیلی هستن در ایران که لعنت در زندگیشون وجود داره. به دنیا اومدن کشور اسرائیل نبوت بزرگی بود که به حقیقت رسید. من یک پروگرامی دیدم که در مورد معجزاتی که اتفاق افتاده برای مردم یهود توی سرزمین اسرائیل. این قطعه کوچک تلویزیونی به شما نشون میده وقتی که سربازان اسرائیلی داشتن اون سرزمین رو یواش یواش فتح میکردن و یک آن وارد یک میدان مینی شدن که نمیتونستن از اون میدان مین نه بیرون بیان نه میتونستن جلو برن. پس چاقوهای خودشون در آوردن و شروع کردن به آروم آروم تمیز کردن و بیرون آوردن این مین‌هایی که داخل زمین بود. ولی یک در همون لحظه که اینا واقعا هیچ راهی نداشتن، در ترس بودن، یک بادی اومد و کاملا تمام این ماسه‌های اطراف مین‌ها رو برد و تمام مین‌ها کاملا واضح دیده شدن و سربازان اسرائیل بدون خطر تونستن از اون مکان عبور بکنن. تون که من می‌فهمم این یک قسمتیه از اون جنگ 6 روزه، وقتی که اسرائیلی‌ها در اون جنگ 6 روزه داشتن اون سرزمین رو فتح می‌کردن. استفاده از تصاویر هنری بسیار زیبا و با کیفیت مطلوب و داستان سرایی های دروغین از پیوستن جوانان ایرانی به دین مسیحیت، شیوه های نوظهور عرصه ماهواره ها جهت اقفال جوانان است. غرب با الغای آموزه های خرافی و ضد بشری خود به جنگ علیه آموزه های اسلام برخاسته و بدون پشتوانه منطقی آتش در خرمن اندیشه جوانان می اندازد. امروز داستان زندگی خودم رو بگم که چجور شد به مسیح، به عیسی مسیح خداوند ایمان آوردم. از یه جای کار میکردم که دوتا دختر مسیحیم باشون دوست بودم و اونا هم دعوت هم میکردم اون کلیسایی که خودشون میرفتم. رفتم اروپا. در اروپا که من بودم اونجا به یک کلیسایی رفتم. یه روز با ما گفتن که هرچی میخواید از خداوند باید دعا کنید. من میخواستم به ثبوت برسانم که مسیحیت درست نیست، تدریس مسیحیت، تعلیمات مسیحی درست نیست و این تحریف شده. در این کشمکش در زندگی من یک قدرت عظیم دیگر من دائم احساس میکدم و او قدرت مرا وادار میساخت، مرا مجبور میکرد که من در مورد مسیحیت مطالعه بکنم. تو این مدت بود که من با سوالهای خیلی مهمی تو زندگیم روبرو شدم. سوالهای از قبیل اینکه اگه بمیرم کجا میرم و چه بلایی سر من میاد. جرم من بسیار عظیم بود. مرا که یک مسیحی گرفتار کرده بودن در خانه یک مسیحی و من یک محصل
حوزه علمیه اسلامی بودم و ما اطمینان داشتم که مرا میکشن. و آخر به اونجا رسید که من زندگی رو پوچ دیدم و حقیقت چه بخواد خواستم خودم رو بکشم و واقعا ناامید بودم. یه روز یه نفر رو تو خیابون دیدیم و ایشون ما رو دعوت کرد به کلیسا. طبیعتا اون اعتقاداتی که من داشتم منو راضی نمی کرد. بعد شروع کردم کتاب مقدس رو خوندن. در جایی که باز هم با یک مسیحی دیگری روبرو می شود، حسین این مرد پنجابی را که یوسف نام داشت همه روزه در خارج از منزل خود در کنار جاده می بیند و با او نشست و برخاست می نماید. یوسف شخص عجیب بود در زندگی من. خدا یوسف معجزانه در زندگی من آورد. خدایی هست و می خواد توی زندگی من باشه. یعنی من براش خیلی مهم بودم. تون اون لحظه اینو برام باز شد و خیلی چیز عجیبیه وقتی برای کسی تعریف میکنم، چون یه چیزیه که باید خودتون اکسپیرینس کنید. و از اون به بعد کارهای خدا برای ما شروع شد. در همون موقع این بارون عشق میریختم، من نمیدونستم برای چی میریختم، ولی شاید مالی این بود که شب دویم وقتی که ما آمدم، وقتی که او کلام خدا را واز کرد و از کلام خدا خواند و از تجارب زندگی خود هم بخش کرد که چطور او از مردم نفرت داشت و چطور زندگی نفرت پر از نفرت از رو خدا به محبت تبدیل کرد. شبش که من خوابیدم، دستم رو صلیب کردم، میخ میزنم به دستم و با همین شکل گفتم پاشو، دستم سوراخ شد و شیرین بیدار شد و شروع کردیم دوباره کلام خوندن. لذا سیاست امروز سیاست اندلسی کردن ایرانه. من دارم به شما جوانها میگم اینو. مسلمانها یک روزگاری در جنوب اروپا، در اسپانیا تا جنوب فرانسه یک کشور اسلامی به وجود آوردن، مهد تمدن. آغاز علم در اروپا از همون تمدن اندلسی قرون اولیه اسلام شروع شد. شکوفایی علم در اونجا داستانهایی داره، خود غربی ها هم نوشتن. البته حالاها سعی میکنن در تاریخ علم این ورق را حذف کنن، نام مسلمان ها را به کلی در تاریخ علم اروپا حذف کنن، اما وجود دارد. وقتی خواستن اندلس را از مسلمان ها پس بگیرن، کاری که کردن یک کار بلند مدت بود. مراکز سیاسی فعال علیه اسلام اون روز هم بودن، گفتن باید جوانهاشون رو فاسد کنیم و کردن با همون انگیزه های حالا یا مسیحی یا مذهبی یا سیاسی. عشق مسیح بهره‌مندشن و ما برای این کار از قضا استفاده میکنیم. دعایی که برای مردم میخونیم یه دعای مشخصه که مستقیما از انجیله و برای اینه که اونا رو متبرک کنیم، باشون همدردی کنیم و برای رفع نیازهاشون دعا کنیم و بعد بهشون بگیم که فرمان روایی خداوند اونا رو در بر گرفته و به ندرت ممکنه نخوان دعا بخونن. در فرهنگ چند ملیتی هاوایی نقش مدارس بسیار مهم است و از زمانی که برای مدارس دعا شده، فضای معنوی حاکم بر اجتماعات زیادی تغییر یافته است. در شهر ناناکولی که در تاریخ هاوایی همواره از آن به عنوان بدنامترین محله ها یاد شده، امیدواری در حال غلبه بر روح یأس و ناامیدی است. مردم همیشه میگفتن امکان نداره برای ناناکولی اتفاق خوبی بیفته، ولی ما شاهد بودیم که با دعا چه اتفاقات فوق‌العاده‌ای تو ناناکولی افتاده. کسب و کارشون رونق گرفته، مشکلات خانوادگیشون حل شده. در پایتخت نیز صدها نفر دست به دعا برداشتند و متوسل به عیسی مسیح شدند. بالغ بر 100 نفر در نتیجه تلاش‌های دکتر وانگ ارشاد شدند. این مراسم کامل دعا تو کلیساست. زمانی که ما جنبه‌های جسمانی و عاطفی بیماری رو مخاطب قرار میدیم، تنها بخشی که میمونه جنبه معنویشه.
و در اینجاست که ما مناسب ترین فضا رو ایجاد میکنیم و قدرت خداوندم که حد و مرز نداره. در واقع ما خادمان مراکز کسب و کاریم که با لباس مبدل بیماران رو درمان کایروپراکتیسی هم میکنیم. دگرگونی هوایی به عنوان بخشی از تعهدات خود در آموزش و تجهیز اعضا یک DVD تهیه کرده تا همزمان با مطالعه کتاب استفاده شود. به اضافه یک سریال تلویزیونی 15 قسمتی که از شبکه محلی پخش می‌گردد و شامل شواهد و مدارکی است که برای خادمین مراکز کسب و کار الهام بخشند و ارتباط آنها را تقویت می‌کنند. I want to welcome you to Youth of Europe, a program hosted by Jesus Revolution. This is the first in a series of programs that will take you around in Europe and it will show you what God is doing in our continent. We want to present the message of Jesus to you and we want to show you how it affects people's lives and how young people are being changed by him. When Germany played the final against Brazil in the World Cup, they were there to tell the people about Jesus. How do you work? What do you do? We are out on the streets, at the universities, having street meetings. I go to discotheques and talk to people, like easy, like Paul did, like in Acts 17:17, he just went out and talked to the people he met. شبکه ماهواره‌ای SAT7 پارس از دیگر شبکه‌های تبلیغ مسیحیت به زبان فارسی است که از سال 2006 میلادی به صورت 24 ساعته برنامه پخش می‌کند. 90% مخاطبان این شبکه را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند. قصه‌هایی که برای این مخاطبان معصوم نوشته می‌شود تماماً با نگاه به کتاب مقدس نصرانیان است. در این شبکه فیلم و سریال بیشتری نسبت به شبکه‌های دیگر با محور مسیحیت پخش می‌شود. Now we're going to take you to Milan in Italy and introduce you to a girl called Alejandra Llenas from Colombia. When I came here, I started to live my life alone. And then when problems starts to come, my life starts to go very, very down and I start to get a very, very big depressions. Two girls came to me that day, I was sitting in a bus stop. They start to say, can we talk about Jesus for you? And I'm like, okay, I don't get it. It's not a thing that is far away from us. It's really a thing that you have to feel inside of yourself and you can have it next to you all the time. And he loves me. And it's like in that moment I start to cry and I start to say, that's the kind of thing I'm searching in life. دعا در نظر بگیرید. به عنوان مثال اگر بچه‌تون مریضه، اگر یک مرض دارین به عنوان سرطان و میخوام این دعا رو بکنید در نام امامتون، در نام پیامبرتون، در نام خداتون، شب تا روز این دعا رو بکنید. معلم شریعت نی خدا برای که شریعتش معلم نمیخواد. ما همه محکوم هستیم، همه مجرم، همه محکوم به هلاکت ابدی، همه گناهکار، همه در گناه مرده. خدا دیگه نمیاد ملا رو بفرسته که ما رو محکوم کنه، که خود ملا محکوم، خود ملا از تو کثیف‌تر. این کلام خداست. یه آقایی به ما زنگ زد، 17 سال ایشون معتاد مواد مخدر بود و به من گفت، من 5 سال میگفت خطاب میکردم اسم امامامونو که به من کمک بکنن، منو آزاد بکنن. یک بار به من جواب داده نشد. واقعا نماز روزم قطع نمیشد، حتی اضافه ها، یعنی نماز شب، دعاهای مختلف، ولی هیچ وقت با اینکه تمام این آیات، این اعمال مذهبی رو انجام میدادم، هیچ وقت صدای خدا رو نه تنها نشنیده بودم بلکه آرامشم نداشتم. تو که میگویی نباید زنا کرد، آیا خود زنا نمیکنی؟ بیا این کلام عزیزان، این کلام خداست، کلام ما نیست. میگه تو ملایی که یخه یارو میگیری سنگسار میکنی، میگی چرا زنا کردی بگیرین سنگسارش کنی، میگه چند بار تا حالا تو زندگی خودت زنا کردی؟ اگه بگی نکردم داری دروغ میگی. خیلی از مذاهب این تسبیح هست و این همونه که مسیح میگه نکنید، تکرار باطل. حالا اونایی که هیل مری میگن اینجا، دعای مریم، میندازن دونه دونه روی میگن روی 100 بار بخونی یا صلوات یا هر چی، به اینا نیست، تکرار باطل. شمایی که بابایید، شمایی که مامانید، چه احساسی میکنی اگر هر روز، حالا بگیم روزی 5 بارم، بچهت بیاد بگه آه بچه جون اومدی کنار من، بچهت بیاد اونجا
یه چیزی رو که حفظ کرده 5 بار تکرار کنه و بگه خدا به شما. اگه شما به مذاهب مختلف نگاه بکنی میبینی که ارزش زنا اصولا ارزش ندارن در اسلام. به عنوان مثال اگه متوجه بشی زن ارزش زیادی نداره در اسلام. مرد حق داره زنو بزنه، مرد حق داره بره زنای دیگر رو بگیره، صیغه هر چقدر که میخواد صیغه بکنه. زن حق نداره صیغه بکنه ولی مرد حق داره صیغه بکنه. تلویزیون نجات یکی از شبکه‌های TBN است که به زبان فارسی به تبلیغ مسیحیت در ایران، افغانستان و تاجیکستان می‌پردازد. برنامه‌های این شبکه شامل درس‌هایی از کتاب مقدس، پخش تصاویر شفایافتگان، سرودهای پرستش و نیایش، فیلم، سریال و کارتون، موعظه، گفتگو و موسیقی، همگی بر محور تبلیغ مسیحیت می‌باشد. واقعا اگر اینطور بود، اگر شما مسلمانی چرا جواب دعاتو از طریق اسلام نمیگیری؟ چرا احتیاج داره شما به ما زنگ بزنی؟ اگر واقعا به این معتقدی که عیسی مسیح پیامبره، چرا با مسیح عیسی مسیح پیامبر صحبت نمیکنی و جوابتو از اون بگیری؟ نه اینکه حالا سب کنیم یه زمان و یک محل خاصی بخوایم که تکرار باطل و بیایم و بخوایم در اونجا باهاش دعا کنیم. مسئله نماز هستش که در دین اسلام هم یک دعایی رو باید حفظ کنید و تکرار کنید تا زورمون میاد، تا یک زورمون میرسه، تا هم میتونیم. اگه یه بدبختی رو ایران الان در ایران هست، زنش و بچهش و حیثیتش و ناموسش و شرفش رو در نظر نمیگیریم، میکشیمش برای اینکه مثلا چرا فرض کنید یه بی احترامی به فلان ملا کرد. امشب شب جمعه است، خالی هم من که آدم مذهبی هستم، آیا از خودتون سوال نمی کنید؟ بعضی از شما آخه ای خدا، شاید این دعای و سوال امشب شماست، میگید ای خدا من که تو رو دوست دارم، من که وظایف مذهبی رو انجام دادم، امروز 5 بار نمازم رو خوندم، وظایف و شرع رو هم انجام دادم، پس چرا امشب اینقدر خالی هم؟ کجایی تو آسمان؟ چرا کنار من نیستی؟ چرا تو دعا با من با هم نمیتونیم رابطه برقرار کنیم؟ عزیزان اینا جفنگیاته. از کجا زنگ میزنید؟ از اول تماس میگیرم. فاطمه نوایی هستم. فرزانه هستم از تبریز. من محسن هستم از تهران زنگ میزنم. اسمم فرشته. فرشته جان از کدوم شهر زنگ میزنید؟ تهران زنگ میزنم. آزیتا هستم از کرج تماس میگیرم. دست دخترم امشب میخواد با شما صحبت کنه. مهدیه چند سالشه؟ 9 سالشه. الو سلام، بهتر هرمان. سلام مهدیه جان، خواهر مهدیه عزیزم. یه شهادت کوچیک دارم خدمت شما عرض کنم. بفرمایید مهدیه جان. اول نماز میخوندم، مسلمون زاده بودم، اول نماز میخوندم، بعدن خالم ایمان آورد به مسیح، بعدن به ما گفت، ما هم کم کم به مرور زمان انجیل خوندیم و به مسیح ایمان آوردیم. حاضری پس با من دعا کن، چون خدا آماده است، خدا حاضره، تو هم حاضری، پس کار تمومه. حاضری؟ مریم جان با من دعا کن، بگو که ای پدر آسمانی تو رو شکر میکنم. که مرا محبت میکنی. ده سال طول کشید که من کل شق بیوایسم و از خدا رو بگم خداوند رو تو کی هستی اون شب، چون از ناامیدی و خود عیسی مسیح ظاهر شد به من. بله. سلام عزیز، اسم شما؟ من سید هستم. برادر هما صدیق؟ سید. بله، یه فامیل دارم میگه که اونم سید، ما سید هستیم خانوادگی و فامیلم میگه که حالا سید بودم به مسیح ایمان آوردم، میگه من ما پیشرفت کردیم، فرزند پیغمبر بودیم، حالا فرزند خود خدا شدیم. آیا قلبت به مسیح دادی که روح القدس کمکت کنه آزاد شی؟ بله خیلی دوست دارم، تقریبا یه ماهی هست هم میشینم پای برنامه‌هاتون. معلومه کتاب مقدس رو ندارید، یعنی تو دستتون نه نیست. نه کتاب مقدس ندارم. بله، آیا تلفن یا آدرستون رو گذاشتید براتون بفرستن؟ بله گذاشتم. شبکه ماهواره‌ای محبت در سال 2005 میلادی در ایالت کالیفرنیا تأسیس شد و اکثر برنامه‌های این شبکه به صورت زنده پخش می‌شود. به همین دلیل در میان شبکه‌های فارسی زبان تمام وقت از مقبولیت بالاتری برخوردار است.
بیشترین حمله به آموزه‌های اسلامی در این شبکه صورت می‌گیرد. بعد از تماس مخاطبان با این شبکه، افراد این شبکه تماس مقابل می‌گیرند و برای تماس گیرنده کتاب انجیل و امکانات تبلیغی رایگان می‌فرستند. من از ایران دارم زنگ می‌زنم، از گیلان. من علی هستم که 7 سال ایمان آوردم به عیسی مسیح. من در بطن اسلام بودم. من در بطن حوزه و نماز شب و زیارت عاشورا دعای توسل بودم. بفرمایید جناب. من خواستم شهادت بدم. پارسال تقریبا 9 ماه یا 10 ماه پیش من از طریق شبکه شما من با خواهرم ایمان آوردم. مجاهدت فقط جنگیدن نیست، در میدان علم هم جهاد هست، در میدان اخلاق هم جهاد هست، در میدان همکاری های سیاسی هم جهاد هست، در ایجاد فرهنگ صحیح و اندیشه صحیح در جامعه هم جهاد هست. این همه جهاد است و جهاد در راه خدا، جهاد فی سبیل الله.